بسم الله الرحمن الرحیم. الهی جز درت در کی شناسم، به جز جام تو ساغر کی شناسم. به اسماء و صفاتت جمله سوگند، به جز روی تو دلبر کی شناسم. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید از جلسه پیش وارد بحث پیرامون اندیشه و شخصیت اعجاب آمیز شیخ عطار نیشابوری شدیم و مقدماتی رو در جلسه پیش بحث کردیم و عرض شد در پایان بحث که جناب شیخ عطار شرط ورود به حوزه سیر و سلوک را در وهله اول درد و دردمندی می داند که از محضر استاد سوال کردیم مفهوم درد به معنی فراق یار هست که منشأ آثار و برکات فراوانی است و باعث میشه که روح انسان آبدیده بشه، جوهر نفس او تکامل پیدا بکنه و بلاپذیری و دردمندی لازمه تعالی و سیر کمالی هر انسانی است، حتی همه موجودات استاد. یعنی هیچ چیز ما در عالم نمیبینیم که مستثنا باشن از درد پذیری. خب این خیلی نکته مهمی است که ما بعدها در لابلای بحثایی که خواهیم داشت اون رو بحث خواهیم کرد. استاد، راجع به درد نکته مهم که خود شیخ عطار مدعی است، میگه اگر انسان دردمند باشه پیر خودش رو پیدا میکنه. گر تو را دردی است پیر آید پدید، قفل دردت را پدید آید کلید. خیلی میخوام راجع به این بیت مقدار استاد بحث کنیم، راجع به این که ایشون مفهوم پیر را چی میگیره و اعتقادی که دیگران راجع به طریقه ایشون دارن، که بعضی ایشون رو پیرو به طریقه کبرویه میدونن که از شاگردان شیخ نجم الدین کبرا بوده. مثلا اینو مرحوم نفیسی همچه اعتقادی داره، جستجو در احوال عطار. بعضی اونها میگن نه، این اصلا مناسبتی بین اتحاد نیست، مثل مرحوم فروزانفر. ایشون معتقده که با شیخ نجم الدین بغدادی ایشون آشنایی داشته و ارتباطی با اون شیخ نجم الدین کبرا نداره. صاحب طریق الحقائق هم میگه ایشون اصلا چیز فرقه اویسیه بوده، اصلا این اعتقاداتی نداشته، ولی در چهلم مصیبت نامه خودش روشن کرده که پیر حقیقی جان یا روح آدمی است که با دردمندی طلب مقصود به دست خواهد آمد. خب این مفهوم توضیح بدین است. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار کلام خوبیه و در واقع بیشتر اویسی بودنشو میرسونه. وقتی پیر رو جان آدمی میدونه، در واقع همین اویسی بودن است. اویسی میدونین که فرقه ای هستن که پیرو اویسن، چون اویس خدمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و سلم نرسید. یک بار اجازت گرفت از مادرش که بیاد حضرت رو در مدینه ببینه. آمد که ببینه، در همون روز حضرت در مدینه تشریف نداشتن، ولی به حسب وعده‌ای که با مادرش کرده بود مدتی موند و دیگه بر حسب وعده برگشت و توفیق زیارت حضرت رسول رو پیدا نکرد. ولی وقتی حضرت آمد در مدینه، عجیب اینه، فرمود بوی برادرم اویس را میشنوم. اشم ملاقه تر رحمان من قبل الیمن. چون ندید ولی راهنمایی شد، یعنی از باطن راهنمایی شد. اویس از باطن حضرت راهنمایی شده بود، اگرچه حضوراً درک حضور پیغمبر رو نکرد. از این جهت کسانی که پیر معینی ندارند و از باطن راهنمایی میشن، چنون که اینجا عطار از باطن جان میگه، اینا رو میگن اویسی، یعنی از باطن جانشون راهنمایی میشود. سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق. بله، هر که قدر نفس باد یمانی داره. پس این همیشه میتونه باشه. میتونه باشه، هر کسی میتونه اگه واقعا همون صدق کرز کردن، صدق باشه و طلب. صدق و اگه صدق و طلب اگر باشه، انسان از باطن جانش راهنمایی میشه. البته اینا رو هم که شما فرمودین گفتن در تاریخ که یه نوع اتصالی به شیخ نجم الدین کبرا داشته. حتی درباره مولوی همین حرف گفته شده. حالا این اختلاف من در هر حال مهم نیست. مهم این است که کسی که در وادی طلب باشه و دردمند باشه یا
یا پیر مناسب رو پیدا میکنه، حالا شیخ نجم الدین کبرا باشه یا هر پیر دیگری، یا حتی اگر کسی رو در ظاهر پیدا نکنه، خضر راهی پیدا نکنه، همون باطن جانش هدایتش میکنه. اونی که عمده است صدق و طلب و دردمندی است. ببین درد خب البته سخته، اما یکی از عرفا که حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه درد مایه هر تعالی است. در قرآن کریم من به این معنی اشاره شده، کجا؟ فعجا اهل مخاز، یعنی حضرت مریم وقتی که دردش گرفت، اون درد او را حرکتش داد به طرف درخت خرما. فعجا اهل مخاز، مخاز درد زایمانه، درد زهه، درد زایمان او را حرکت داد، رفت به درخت، به طرف درخت خشکیده. اما اون درخت خشکیده درخت بخت بود، در اون درخت خشکیده درخت خرمای تر پیدا شد و از اون خرمای تر تناول کرد. اون درد او را به طرف درخت کشید. الى جذع نخله فاجاء المخاض الى جذع نخله، یعنی درد او را به طرف درخت. روح القدس. بله، درد خودش مهمه در انسان. روح القدس رسوند روح بلبت، البته درخت که خب بله، روح القدس در اون تجلی روح القدس در اون درخت. به هر صورت درد، اون هم دردمندی باطنی، دردمندی روحی، یعنی خواستن، شدت خواستن. و البته خب شدت خواستن وقتی باشه رسیدن که آسان نیست. وقتی شدت خواستن باشه رسیدنم آسان نباشه، درد میاد دیگه. این دردمندی است که عطار میگه، همون که شما در جلسه قبل شعرش خوندید، کفر کافر را و دین دیندار را، ذره دردت دل عطار را. کفر مال کافر باشه، دین مال دین، من با اینا کار ندارم. یک ذره درد محبوب یعنی درد حق در دل من باشه، همون من کافیه. درد بنابراین اهمیت داره و درد توامه با تقاضاست و خواستن. و خواستن مراتب داره، خواستن که یه مرتبه نی، هی خواستن و بیشتر خواستن و بیشتر خواستن، و هرچه خواستن بیشتر باشه حرکت بیشتر، و هرچه خواستن و حرکت بیشتر باشه تعالی بیشتر. راه تعالی انسان خواستنه. انسانی که هیچی نمیخواد هیچی نیست. نخواستن، از نخواستن نمیشه به جایی رسید. همیشه باید خواستن باشه، منتهی این خواستن باید تصحیح باشه، نه هر خواستنی. خواستن با هوس فاصله بسیار داره. یه وقت انسان از روی هوس یه چیزی رو میخواد، خب این هوس ها همه، هر بچه‌ای هوس هایی داره. یه وقت خواستن، خواستن حقیقته، یعنی طلب حقیقت. و همین طلب حقیقت است که عطار رو به حرکت واداشته و وادی های هفتگانه رو طی کرده که هفت شهر عشق. حالا مولانا هفت شهر عشق نام نهاده. هفت شهر عشق کجاست؟ هفت وادی طلبه. هفت وادی طلب کجاست؟ هفت وادی وجود انسانه. هفت وادی وجود انسان کجاست؟ من بر شما بشمارم: طبع، نفس، عقل، روح، سر، خفی، اخفا. چند تا شد؟ هفت تا شد. هفت تا. طبع، شهر جان، نفس، عقل، روح، سر، خفی، اخفا. مقام اخفا عالی ترین مقام. این هفت مرتبه است که عرفا برشمردن. از تب شروع میشه، بعد به سر میرسه، بعد به روح میرسه، بعد به دل میرسه، بعد به جان میرسه، بعد به سر میرسه، بعد به مقام خفا که دیگه بر هر کسی پنهانه، بعد به مقام اخفا که دیگه خفی ترین چیزه. این هفت مرحله است. هفت وادی اسمشو بگذار، هفت مرحله اسمشو بگذار، و هفت شهر یا هفت عالم حتی. اینا هفت شهره و مولانا میگه هفت شهر عشق را عطار گشت. البته خودش متواضعانه میگه ما هنوزن در خمه یک کوچه، ولی مولانا هم به نظر من این هفت شهر را رفته، بعد راه رفته، واقعا پیموده، این راه را رفته، وادی های طلب رو طی کرده. حالا میرسیم به، حالا انشاءالله به او هم میرسیم. اون متواضعانه گفته ما هنوزن در خمه یک کوچه، ولی انصافا عطار این وادی ها رو طی کرده و کم و بیش نشون داده این وادی ها را. شما ببینید، حالا ما از مقام
کتاب منطق الطیر کمتر صحبت کنیم چون کتاب عجیبی است و من البته در جلسه گذشته به اجمال اشاره کردم که طیور چه کردند بله. به سیمرغ رسیدند و جز خود ندیدند و 30 تاشون بیشتر باقی نمونده بودند و همشون هم تلفات دادند در راه. اما کتاب مصیبت نامه که اسمش هم مصیبت یعنی همون درد، یعنی همون دردمندی، کتاب دردمندی بله. که دردمندی عطار رو روشن میکنه. این کتاب کتابی است که واقعه سلوک عطار رو نشون میده، حرکت سالکانه عطار رو از آغاز تا انجام نشون میده. وادی وادی سلوکه، همطور که شما فرمودید اشاره میکنه از آدم عالم ملکوت، با فرشتگان تماس میگیره در این عالم، سراغ جبرئیل میره، سراغ میکائیل میره، سراغ اسرافیل میره، سراغ هر فرشته میره و با اینا حرف میزنه. خوب توجه بله. کن. حالا اجازه بدیم من بخونم از چیزش. میخوای بخونید من توضیح میدم. آره البته اگه اجازه فرمایید. ایشون پس یکی دردمندی و کمون طلب، شدت طلب به معنی درد، هرچی شدت طلب و خواستن بیشتر باشه دردمندی بیشتر، دردمندی بیشتر. به یه معنی میشه اینها رو مساوق و هم معنی هم گرفت. همینطوره. نکته دیگری که یه مقدار متفاوته، باز یکی از مقدماته، من این مقدمه رو بگم بعد اون متن رو از مصیبت نامه. در آغاز مصیبت نامه ایشون اینها رو به عنوان شروط بیان میکنه. یکی فرق درد با آهه، خیلی نکته مهمی. بنابراین این آه رو خیلی لطیف بیان میکنه در قالب داستان و حکایات. حالا اینا ما همه رو وارد نمیشیم، بینندگان عزیز رو ارجاع میدیم به این کتاب ارزشمند مصیبت نامه و منطق الطیر رو. به هر حال ایشون کمال درد را آه میتونه. خیلی عجیبه. بله استاد. آه حالا یه مسئله میزنه که وقتی که زلیخا یوسف را، یوسف زلیخا را تمکین نکرد، دستور میده که به غلامش که یوسف را بر تنبیه بکنه، اونچنان شلاق بزن به یوسف که صدای آخ و واخش رو من بشنم. وقتی غلام این یوسف رو میبره، دید جوانی بسیار محسیما و بسیار دلنگیز، دلش نیومد اینو تنبیه کنه، یه پوستینی آورد، گفت من شلاق رو به این پوستین میزنم، شما بگو آه، که زلیخا گمان کنه که من دارم شما رو میزنم. چند بار که این کار رو کرد، بعد گفت الان اگر زلیخا از پرده بیاد بیرون ببینیم ما نقشه بوده اینا، هر دومون گرفتار میشیم. حضرت یوسف گفت بعد چه بکنیم؟ گفت اجازه بدیم من یه شلاق به بدن تو بزنم، به عنوان نمونه باشه، اگه ایشون از پرده پرید بیرون بگیم ما داریم همینجا رو میزنیم. گفت اشکال نداره. این بار شلاق رو کوبید به بدن یوسف. چون زلیخا زو شنید اون بار آه، گفت بس، که این آه بود از جایگاه. گر بود در ماتمی صد نوحه‌گر، آه صاحب درد آید کارگر. خیلی زیبا جناب عطار داره آه رو معنی میکنه. خب این آه همون شعله ملکوتی نیست؟ ببینین آه خیلی معانی داره. عرض کنم حضورتون که حالا من اول این جمله رو بخونم بعد توضیح میدم. ببین این در کلام حضرت امیر علیه السلام هست. فتنفس السعدا، کمال درد و کمال شدت و مصیبت. وقت بود که فتنفس السعدا یعنی چی؟ یعنی آه کشید. این سعدا یعنی آه بالا رفت. آه نمونه درد، نمونه کامل درد. و نفس خودش در عرفان معنی داره، خود نفس. و صبح اذا تنفس، اصلا نفس صبح، نفس الرحمن، اصلا نفس حق، نفس الرحمن داریم در اصطلاح عرفا، نفس الرحمن. و تنفس صبح داریم، تنفس سعدا داریم. خود نفس از همون نفسه و از این در واقع سمبل درده، به صورت آه ظاهر میشه. آه خیلی مهمه، یعنی خلاصه یه دردمندی هاست که به صورت نفس که از لب و از حلقوم ظاهر میشه و همون نفس میشه و همون آه میشه. آه نمونه کامل درده. اما همینطور که عرض کردیم درد، درد فراقه و درد اشتیاقه، نه هر دردی،
درد مال نیست. حالا کسی ممکنه که به مال نرسیده، به منال نرسیده، به مقام نرسیده، اونم یه دردمندی داره، ولی اون خیلی ارزشی نداره. این دردی که در عطار ارزشمنده، درد فراق معشوقه، درد اشتیاق معشوقه، درد فراق حقیقته که همونطور که عرض کردم گاهی هجران ابدی ازش مینامه. این درده که به دنبال این درد او رو به حرکت وامی داره. اگه این درد نبود حرکت نمی‌کرد. این حرکت، حرکت معنویه، درست حرکت ظاهری هم داشته، ولی این در باطن داره عطار حرکت میکنه. حالا اون متحرکیه، نکته عجیب اینجاست، سالک فکرت. خوب توجه کنید آقای لاریجانی، اسم کتاب عطار، کتاب مصیبتنامه، اون بازیگر این قضایا از اول تا آخر سالک فکرته. یعنی سالک یعنی راه رو، یعنی کسی که داره راه میره. اون سالک یه فکرته. فکرت چیه؟ یعنی فکر عطار، یعنی فکر عطار در حرکته. این بدن خیلی مهم نیست، حال بدنم به حرکت در میاد، مسافرت میکنه، این مسئله نیست، مهم نیست. اما اگر بدن حرکت کنه و فکر ساکت باشه چه فایده‌ای داره؟ ایش. فکر بی تحرک اصلا یعنی چی؟ اصلا اونجایی که فکر نیست حرکت بدن به چه معنی هست؟ اصلا اسم کتاب تمام بازیگر این قصه هایی که قصه اندر قصه هست، این داستان، سالک فکرته. صحیح. فکرت حرکت میکنه. و اینجا ببین همینی که میخوام عرض کنم، اگر گاهی زبان انتقاد آمیز به اهل فکر و اهل فلسفه داره عطار، به بعضی از فلاسفه مقلد انتقاد داره، ولا به اهل فکر هرگز انتقاد نمیکنه. عطار اهل فکر رو انتقاد نمیکنه، اهل فکر رو احترام براشون قائله، اهل فکر اصیل، فکری که طالب حقیقته. این سالک فکرت حرکت میکنه، میره با فرشتگان ملأ علا صحبت میکنه، حقیقت رو ازشون میپرسه، اونا پاسخ میدن، طرح سوال میکنه. طرح سوال خیلی مهمه، داره طرح سوال میکنه، از حقیقت میپرسه، یه پاسخی از اون فرشته میشنوه، اما قانع نمیشه، میره سراغ فرشته دیگه، قانع نمیشه، میره سراغ فرشته دیگه، قانع نمیشه، به عالم ملک میاد، سراغ جمادات میره، با از اونا میپرسه، قانع نمیشه، سراغ نباتا، با درخت ها صحبت بله. میکنه، قانع نمیشه. حالا اینجا مهمه که در یکی از این وادی ها سراغ انبیا میره، با یکی یکی انبیا سخن میگه، با داوود سخن میگه، با یوسف سخن میگه، با یعقوب سخن میگه، با موسی سخن میگه، با حضرت عیسی سخن میگه، این سخن میگه و اینا، این روح آتشناکه طالب حقیقت رو قانع نمیکنه. آخرین مرحله کجاست؟ تا میرسه به حضرت ختمی مرتبت، صلی الله علیه و آله و شراب محمدی مینوشد و سخنان حضرت مرتبت، ختمی مرتبت رو گوش میکنه و اونجاست که سخن نهایی رو اونجا میشنه. این سالک فکرت حالا چقدر راه طی کرده؟ این سالک فکرت ملک و ملکوت رو در نوردیده. احسن. تنها پایگاهش عالم ملک نبوده، تنها ملکوت نبوده، همه جا را سر زده، زک و سوراخی نبوده که نرفته باشه. سالک فکرت فکر میدونه با آسانی همه جا میتونه بره. شما همه جا هم که نشسته باشی فکر حرکت میکنه، در راه هم که باشی فکر حرکت میکنه، وای به وقتی که فکر متوقف باشه. و اینجا من از این فرصت استفاده بکنم، عطاری که رهبر عاشقانه و سرور عاشقانه و سرحلقه عشاقه و عارفه، بدون تردید عارفه و اهل عشق، داره چقدر مقام برای فکر قائل میشه. میخوام عرض کنم کسانی که بین فکر، بین تعقل، بین خرد و بین عشق فاصله قائل میشن و نزاع زرگری درست کردن که عشق دشمن عقله و عقل دشمن عشقه، این یه جنگ زرگریه به نظر من، این جنگ بیهوده است. اگر چنانچه عشق با عقل دشمنی داره، با کدوم عقل دشمنی داره؟ با عقل جزئی، با عقل سوداگر، با عقل معاملگر، با عقل چتک انداز، عقل حسود، عقل حسود، عقل دنیایی، عقل جزوی، ولی عقلی که مونده در یه مقام پست. خب عشق با این عقل بده، میگه تو گرفتار این مقام پستی، بیا بالا.
یا اگر عقل با عشق درگیری داره، همون عقلی سی گرفتاری های دنیوی داره، عشق رو نمیفهمه. بله. اما عقلی که مقدس شد، عقلی که پاک شد از امور دنیوی، از امور پست، عقل قدسی، عقل الهی، بله، عقلی که از این گرفتاری ها خودش رو رها کرد، با عشق هیچ تنافی نداره، با عشق همراهه و همون سالک فکرت شیخ عطاره که داره حرکت میکنه و صحبت میکنه. بله، از این که فرمودید جناب عطار سالک را فکر انسانی میدونه، بسیار زیباست. ره رو را سالک ره فکر اوست، فکرتی کن مستفاد از ذکر اوست. امید. ذکر باید گفت تا فکر آورد، صد هزاران گفته بکر آورد. حالا این ذکر و فکر ما با هم ایشالله بحث خواهیم که از نگاه شیخ عطار. بحث ما پیرامونه یکی از شود آه بود، که کمال درد آه بود. بله. یه تمثیل دیگه ای داره که ایشون رو روزی در میان آتش دیدن داره خودش رو میسوزونه. خب شاگردا جمع شدن گفتن شیخ عطار مقام بزرگی داره، آدم وارسته ایه، چرا تو دوزخه؟ گفت من میخوام که اون دوزخی که شما ازش میترسید را بسوزانم. گفت گر دوزخ شود همراه من، هفت دوزخ سوز از یک آه من. خیلی داره آه را اینجا. یعنی ما برای اینکه از نگاه های تنگ نظرانه و بعد تحلیل های ساده انگارانه و این نگاه های بازاری به عرفان و اینا باید بیایم بیرون و واقعا غرق بشیم در اندیشه، ببینیم که اینا معنی درد و آه چیه، اینا ذخیره آخره، اینا بضاعت انسانی ماست که متاسفانه ما نه. بله، حالا یه میان برنامه رو ببینیم، من دوباره یه سوالی راجع به آه بکنم از حضرت استاد. استاد چون سوال زیاد میشه راجع به درد و آه، که مثلا مؤمن چرا باید آه بکشه، چرا باید گریه کنه، اینو چه فضیلتی داره، مگه خدا بندش رو ذلیل میخواد، از این بحث ها زیاد میشه. میخوایم حالا چون اینجا مناسبت پیش اومد راجع به درد و آه از نگاه عطار، همطور که حضرت عالی هم به زیبایی بیان فرمودید، اصلا دردمندی شدت طلبه. خب آدم تو این دنیا اومده که چی میخواهد، همین که طرح سوال بکنه چی میخواهد، منشأ میشه برای طلب. هی طلب طلب، نردبانش که خب این درد رو افزون میکنه. بعد کمال این درد هم که آهه، یعنی آه به نظر شیخ عطار موانع زدائی است، یعنی غیر ستیزی است. خیلی تعبیر زیبایی است. میگه شما از دوزخ میترسید، الان عرض کردم، میگه من دوزخ رو بسوزانم. کجا بسوزانی؟ گفت گر دوزخ شود همراه من، هفت دوزخ سوز از یک آه من. یک آه من همه دوزخ رو میسوزانه. از این نباید بترسید. که البته مشابه این هم جامعه مولوی هم داره، که حالا شعرش اگه یادم بیاد، آه میگویم رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من، اون رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم، در بن چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون. یه آهی که آدم و از چاه زبونی و ذلت به جای می رسونه که در همه عالم نمی رسونه، خب این چیه؟ ما اینو طلب کنیم تو زندگی. سوال من اینه که در آثار شیخ عطار و همچنین جای مولوی و همچنین حافظ که میگه اصلا کلید گنج مقصود امون آه نیم شبه، همه بزرگان راجع به آه سخن دارن. میخوام استاد دوباره سوالمو تکرار بکنم، منتها از یه زاویه دیگری، که چگونه انسان میتونه، درسته که شدت طلب درده، این منجر بشه با آه، که انسان همه موانع کنار بزنه جز خدا نبینه. عرض کنم حضورتون که ببین اشاره‌ای که عطار کرد به زیباترین وجه که با آهش جهنم رو می‌سوزاند و خاموش می‌کند. آتش جهنم چیه؟ اجازه بفرمایید در باره آتش جهنم یه قدر صحبت کنیم. ما خیال می‌کنیم که جهنم یه قدر هیزم جمع می‌کنن، مثل یک تنور اینجا هیزم‌ها رو جمع می‌کنن، اونجا یه نفت روش می‌ریزن و آتش می‌زنن و جهنم درست میشه. جهنم آتش درون انسانه. انما یاکلون فی بطونهم نارا. آتش حسده، آتش کبره، آتش نخوته، آتش ظلمه، آتش فساده، آتش نفاقه، آتش ریاست. این آتش هاست، آتش چوب نیست،
که نفروش بزنند آتش بزنند. آتش های درون آدمی است و این درون پست آدمی که گرفتار ظلم و ستم و ستم به مردم و به خودش و حسودی و چشم تنگی و این رذالت هایی که انسان گرفتاره، که در همین عالم هم انسان داره عذابشو میکشه. کسی که گرفتار حسده در همین عالم هم داره عذاب میکشه، گرفتار عذاب همین حسد خودش هست، در درونش پر از عذابه. این عذاب در قیامت ظاهر میشه و آشکار میشه به صورت آتش و او رو میسوزانه. حالا عطار از این وادی ها گذشته، در وجود آدمی مثل عطار حسد وجود نداره، نفاق وجود نداره، کبر وجود نداره، نخوت وجود نداره، دنیا پرستی وجود نداره. عطار جز حق نمی بیند و عاشق حقیقت و در فراق حقیقت جان شعله وره و از این درد فراق حقیقت یه آه در میاد. این آه می تواند اون جهنم رو، یعنی اون آتشی که از حسد برخواسته، اون آتشی که از کبر برخواسته، اون آتشی که از نخوت برخواسته، دوزخ است این نفس و اون دوزخ نفس را، آه فراق محبوب حق اون دوزخ رو نابود میکنه. اصلا جا نمیذاره برای دوزخ، اصلا جای برای نفس باقی نمیذاره، اصلا نفس نابود میشه. کسی که طالب حقیقت و گذشته از نفس، مراحل نفس رو پشت سر گذاشته، هفت وادی رو طی کرده، نفسی باقی نمانده، دوزخی نیست. اون آه فراق حقیقت دوزخ رو از بیخ و بن میکنه. این شعر نی، این حقیقت بیان کرده عطار که با یه آه خودش دوزخ رو خاموش کرده و نشون داده به مردم که اینجوری دوزخ رو خاموش کنید. احسن، بسیار زیبا فرموده. چون مولوی هم میفرماید دوزخ هست این نفس و دوزخ اژدهاست، کوب دریاها نیارد کم مکاست. هفت دریا را بیاش آمد هنوز، کم نگردد شعله اون خصوص. ولی این آتشی که حلم طلعت دخول حلم مزید میگه، این آه عاشق عارف هست که او را که همه را پشت سر بگذاره. بسیار خوست. یکی از مقدمات دیگری که حالا عرض بکنیم، حالا خوب چون بحث سالک ره شد، من این مقدمه مصیبت‌نامه رو که خلاصه ای از چندین صفحه اشعار ایشونه من خدمتون عرض بکنم. بله، شیخ عطار فکر انسانی را سالک می داند که از عالم الوی و ملائکه مقربین و نخست از جبرائیل. خیلی عجیبه که حالا چرا از جبرائیل، هم بازم سوال استاد آغاز می کنه و از او می خواهد که اسرار روزیگار را به او بنمایاند. او میگه من خودم سرگشته این وادیم و مثل تو گرفتارم. به جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، همه حمله عرش. خیلی عجیبه، آسمان ها رجوع میکند تا گره از کار وی بکشایند. از مجموع 28 مرحله از جبرائیل تا مرحله پیامبران را طی میکنه. ما فکر میکنیم که همینجا باید شروع کنه، از خونه بیاد بیرون شروع کنه. از کجا این مبدا خیلی مهمه. یعنی این افق گشایی و گستره اندیشه ای که ایشون برای یک آدم ایجاد میکنه خیلی دلانگیز است. بله، تا اینکه به مرحله پیامبران میرسه. از مقاله 29 مصیبت نامه وارد مقوله پیامبران میشه، یعنی سالک سیر خود رو در مراتب پیامبران آغاز میکنه. همونطور که فرمودی از پیامبران هم یکی یکی سوال میکنه تا اینکه راهنمایی میشه به سید کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که در این مرتبه سالک شراب عشق محمدی را به دست پیامبر ما از کأس ولایت او سر میکشه و به اسرار فقر. این خرقه فقر، اینم برای من خیلی سواله که بعضی میکنه فکر میکنن که مثلا خرقه پوشی یا مثلا به سلک درویشی در آمدن این که مثلا یه پارچه ای را بپوشن، در حالی که اینجا ایشون میگه نه، به اسرار فقر واقف نمود و او را به طی 5 وادی که از اون پس شروع میشد
مراتب سیر نفس. همونطور حضرت علی در جلسه پیش فرمودی، از خودت باید بپرسی حقیقت رو درون خودت کجا داری میری، مراتب فرشتگان چه میکنی تو در درون خودت، شامل حس، خیال، عقل، دل و جان. سوال اینی که استاد، حالا اینم من ادامهش رو بخونم، بر مقاله 40 مصیبت نامه با شرح وادی جان، سفر فی الخلق به پایان میرسه، به سفر فی الله که عطار متعیست سیر در آن موقوف به اجازت حضرت حقه. تا کجا رفته این بزرگوار؟ استاد سوال من اینی که فرق دل با جان چیه؟ ایشون رو کلمه جان خیلی تاکید داره. در آغاز جلسه عرض کردم که ایشون پیر را جان گرفته. آیا مراد وادی جانه یا جان خودش یک حقیقت مستقل است؟ بله، یکی از وادی های نفسه. ببین، اولا شما همطور که در مقدمه فرمودید از جبرئیل آغاز میکنه، چون جبرئیل امین وحیه. آره، اونم چرا؟ دروازه است. جبرئیل امین وحیه، احسنت. یعنی کسی بوده که تمام حقایق عالم رو از جانب خداوند برای حضرت ختمی مرتبت آورده، احسن. یعنی کلید به دست اوه. امین وحی شروع میکنه، معزالک قانع نیست. معزالک از امین وحی که سوال میکنه قانع نمیشه. باز به سایر فرشتگان هم طور که فرمودید میاد تا به همه مراحل، همه مراحل ملک و ملکوت رو طی میکنه، جماد و نبات و حیوان و فرشتگان، احسن. رو طی میکنه. اینا همه این حرکت در جانه. اما سرانجام که از اون شراب محمدی مست میشه و حقایق رو از زبان حضرت ختم مرتبت میشنه، بعد دو مرتبه اینا در وادی جانش شما فرمودین از حس شروع میکنه، به خیال، به عقل و دل و جان. اینا مراحل نفسه، چون عارف از عالم حس که غافل نیست، میبیند، میشنه و مانند دیگران زندگی میکنه، با همین حس میبینه، با همین گوش میشنوه، ولی شنیدن او شنیدنی دیگر است و دیدن او دیدنی. او جلوه حق را میبیند و صدای حق را میشنود، با همین گوشش، با همین چشمش جلوه حق را میبیند. او در عالم خیال میره، ولی خیال او خیال شیطانی نیست، خیال او خیال رحمانی است و عالم خیال آنچنان گسترده است که لایتناهیه. عالم خیال لایتناهیه، اصلا حد یقف نداره. منتش گاهی بعضی گرفتار خیالات شیطانی هستند که بسیار خطرناکه. به قول حافظ گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب روستین از راه دیگر آید. سرعت خیال خیلی زیاده، منتش خدا نکنه آدم دچار خیال شیطانی بشه. اما این خیال اگر رحمانی شد، تا وادی رحمان انسان رو همون خیال میبره، خود وادی خیال تا وادی رحمان میبره. بعد وادی عقل میشه، از وادی عقل وادی دل میشه. اما شما سوال تو این است که دل و جان چیه؟ دل هنوز دچار تقلبه. احسن. دل همون قلبه. اصلا لمس هم میل قلب و قلبا. چرا قلب رو قلب نامیدن؟ چون قلب دیگرگون میشه. قلب یعنی متقلب. متقلب یعنی از حالی به حالی دیگر. اصلا قلب انسان یک حالت نداره. شما همین در همین حال عادی هم که نگاه کنی، قلب در هر لحظه یه حالت داره، به یه حالت ثابت نیه. قلب که همون دله، دل همون قلبه، یعنی دیگرگونی درش هست، یعنی ثابت نیست. ولی وقتی که شما از دل عبور کردی، از قلب عبور کردی که وادی بالاتری هست، به وادی جان میرسید. جان ثابته در حق، جان همونجاست که دیگه در حق ثابتی و همینجاست که آخرین سیره و سیر خلق، یعنی سیر من الخلق الالحق، چون چهار سفر قائلن عرفا. بله. من الخلق الى الحق و بعد من الحق الى الحق تا بعد دو مرتبه من الحق الى الخلق هم هست، چهار سفر که اون سفر انبیاست. این وادی تازه همه اینا که این سلوکی که عطار کرده با همه این وادی هایی که طی کرده، وادی های هفتگانه و هفت شهره عشقی که گشته، هنوز سفر من الخلق الى الحق، یعنی از وادی ملک به ملکوت و از ملکوت به دروازه حقیقت رسیده. اونجا وارده، اونجا واصل به حق شده. کلمه وصل هم همینجاست، واصل به حق شده، یعنی به حق رسیده. حالا رسیدن به حق چه مرحله است؟ بذار من یه تشبیه برای شما بکنم و بلکه بتونم با تشبیه بیانم رو رساتر کنم. ببینید، یه قطره رو شما فرض کنید که از آسمان میاد
به یه جویباری میفته، یه قطره باران به یه جویباری میرسه، از این جویبار باریک به یه جویبار دیگه میرسه، از اون جویبار به یک جویبار دیگر، از او به یه نهر بزرگتر، از او به یه رودخانه، از اون رودخانه به یه رودخانه بزرگتر، و سرانجام ممکنه طی چندین سال این قطره برسه به دریا. حالا چندین سال طول کشیده که از این نهرهای گوناگون این قطره عبور کرده، حالا وقت که به دریا رسید حال قطره چگونه است؟ آیا قطره متوقف میماند؟ تا حالا با جوی و رودخانه و عرض کنم نهر بزرگ حرکت میکرد، حالا قطره با اقیانوس حرکت میکنه، تازه سیر حقیقی شد، تازه سیر حقیقیش آغاز میشه. عطار وقتی که سیر من الخلق الالحقش به پایان میرسه، وادی ملک و ملکوت رو طی میکنه، با فرشتگان ملأ اعلی سخن میگه، با انبیا سخن میگه، با جمادات، با نباتات سخن میگه، و سخن حضرت ختمی مرتبت رو وقتی شنید، وقت به وادی جان میرسه و به حق که رسید، وقت اونجا میگه موقوف اجازت حقه. این خیلی مهمه، حسن. اونجا موقوف اجازت حقه و با اجازه حق وقت باید در وادی حق شروع کنه، که سیر در حق سیریست که دیگه سخن گفتن ازش بسیار سخته. احسن. باید از زبان خود عطار بشنویم. احسن استاد بسیگایی. استاد من میخوام یه نتیجهی بگیرم، حالا این حضرت علی تصدیق میکنه یا نه. به اعتقاد من برخلاف اون کسانی که در احوال و آثار شیخ عطار تحقیق و جستجو کردن، بزرگانی که اسم بردیم، پیر حقیقی خود عطار همون پیامبر حقیقت محمدی است. چرا؟ برای اینکه ایشون به وادی چهلم وقتی که سیر ملائک رو طی میکنه وارد مراتب پیامبران میشه، پیامبران هم او رو دست به دست میرسونن به سید کائنات و شراب معرفت رو از دست او مینوشه. پس پیر حقیقی اوست. این که جناب مولوی هم اونجایی که به عطار میپردازه، حالا بعدا انشاءالله خواهیم گفت، از متأثر از اندیشه ایشونه که میگه با محمد بود عشق پاک جفت، زین سبب او را خدا لولاه گفت. این نشون میده که در وادی جان یعنی سیر فلقر پیر حقیقت محمدی است، و وادی جان هم که دیگه باید خود جانان انسان رو هدایت. این تلقی من درسته یا نه استاد؟ حقیقتا درسته، یعنی با همین بیان معلومه و به همین جهت من عرض کردم میشه اویسی نامید. یعنی سرانجام به حضرت ختمی مرتبت میرسه و اون شراب رو از دست از، ولی اینجا باید توجه بکنیم که باطن حضرت ختمی مرتبت، چون عارف به مقام ولایت میده، باطن حضرت ختمی مرتبت مقام ولایته، ظاهر حضرت ختمی مرتبت ظاهر نبوته، یعنی اولیا باید به ولی کامل برسن، یعنی در واقع به حضرت امیر هم رسیده. وقتی رسیده به حضرت ختمی مرتبت، یعنی به ولایت از علوی حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام، که صدامت نود هم پیش ما همه انبیا، همه انبیا، همه اهل بیت، همه انبیا، یعنی نور ولایت، نور ولایت علوی. کنتم مع الانبیاء سرا، خود حضرت امیر فرموده کنتم مع الانبیاء سرا و مع محمدن صلی الله علیه و آله و سلم جهرا، با همه بوده حضرت امیر، با همه انبیا بوده، سرن و جهرن بوده، و حتی در لیلة الاسرا، حتی در شب معراج با پیامبر بود، هر کجا که پیامبر رفت حضرت امیر المؤمنین بود. احسن. یعنی با پر ولایت داشت حضرت پرواز، با پر ولایت علوی داشت پرواز میکرد، یعنی در واقع سر عرفان، سر ولایت و رسیدن به حضرت خاتم الاولیاء، یعنی حضرت امیرالمومنین علیه السلام، رسیدن به حضرت مصطفی و حضرت محمد، یعنی رسیدن به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. خیلی تعبیر لطیف. بله. یعنی به نظر من روح حاکم بر مصیبت نامه همین است. احسن. چه زیبایی ایشون، حتی منطق الطیر هم همینه. منطق الطیر هم همینه. منطقش با دو بیان و دو فضا، خواهت متوافق. چقدر زیبا استاد، خیلی خوب. من اینقدر دچار فضا، یعنی اسیر که نه، در چنبره بیان زیبا و فضای بحث قرار میگیرم که بله استاد زمان از دست میره. خب
اینها ویژگی های سلوک عطار بود که انشالله مونده چند تا بندش، که عطار وادی نیست که به سادگی بشه. داخل ایشون 7 شهر رو گشته، ما داخل یه شهر باش بریم، یه شهر باش بریم. بسیار خوب است. البته حضرت عالی که رفتیم ما خواهش میکنم بسیار. دل بریان شده ام حاصل عرفان من است، ارمغانی است که از جانب جانان من است. بس که در کوره عشقش به فغان آمده ام، مشت من، سینه من، چکش و سندان من است. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.